خب جناب علیزاده بفرمایید. با عرض سلام خدمت همه همکاران گرامی، فعالان حقوق بشر و همچنین همه همراهان عزیزی که ما رو دنبال میکنن، امروز پنجشنبه 22 دسامبر ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی جلسه نمایندگی منطقه آسیا و شرق اروپا رو آغاز میکنیم. ابتدا با سخنرانی جناب آقای اصغر خدابنده، تحلیل و بررسی هدف 6 سند 20 یونسکو با موضوع احیای تالاب ها و رودخانه ها و منابع آبی همراه خواهیم بود و سپس در خدمت دیگر سخنران این جلسه جناب آقای محمد گلستانجو با موضوع روز جهانی همبستگی بشر. در پایان هر بحث پرسش و پاسخ داریم، دوستانی که نظری دارن میتونن اعلام کنن. همچنین در ادامه بحث آزاد رو خواهیم داشت با موضوع عدم تبعیض یا خشونت علیه زنان. منشی جلسه جناب آقای محمد گلستانجو، صدا برداران جناب آقای محمد گلستانجو و سرکار خانم سرور قلی پور سامانی، همچنین ادمین ها سرکار خانم رویا اسکندری، سرکار خانم سوسن شرقی و همچنین خانم فرشید پور آذران. دعوت میکنم از سخنران اول جناب آقای اصغر خدابنده با موضوع احیای تالاب ها و رودخانه ها و منابع آبی. اگه آماده هستین لطفا اعلام کنید که میکروفون رو در اختیار شما بذارید. لطفا دسترسی رو آزاد کنید. بله، در خدمت شما هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و همکاران عزیز. موضوع سخنرانی تحلیل سند 20 هدف ششم. سند 20 سندی بود که کشورها بیشتر بحث محیط زیست درش مطرح شد، گازهای گلخانه‌ای، بحث آب و محیط زیست، چون به مرور داشت از بین میرفت. کشورها اومدن به این نتیجه رسیدن که تا سال 2030 یک سری اهداف برای خودشون تعریف کنن که 17 تا هدف هستی را برای خودشون تعریف کردن و متحد شدن که این تا سال انتهای سال 2030 این هدف ها را دنبال کنن و به سرانجامی برسونن. که از این هدف ها، از هدف های 17 قرن بند 6، هدف 6 تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه، که خود این هدف خودش به طور خلاصه شامل یک، دسترسی همگانی به آب آشامیدنی سالم و با کیفیت، دو، دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملأ عام و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افراد آسیب پذیر، سه، بیشکنی تخلیه زباله در منابع آبی، چهار، احیای تالاب ها و رودخانه ها و منابع آبی، پنج، همکاری بین المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی. در مورد تالاب ها و رودخانه و منابع آبی در ایران، قانون اساسی ما اصل 45 و 50. اصل 45 انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد یا مواد یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها و دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و اموال بدون وارث، اموال مجهول مالک، اموال عمومی که از افراد قاصری ضبط شده در اختیار حکومت اسلامی قرار میگیرن تا به نحوی که در قانون معین شده به طبق مساله عامه خرج بشن. اصل 50 قانون اساسی هم جمهوری، اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست، که نسل امروز و نسل بعد باید در آن حیات روبروش داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی شده. و از این رو هر گونه آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران کلا ممنوع شده، که بر اساس اصل 50 در تاریخ 28/3/1353 قانون محیط زیست
و بهسازی محیط زیست نوشته شد و در تاریخ 24/8/71 قانون اصلاحیه ای خورد که چند مورد از این بندهاش رو من خدمت رو عرض بکنم. ببینید در این مورد اومده که میگه که وزارت کشاورزی، وزارت کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و رئیس سازمان و برنامه بودجه، این نهادها و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اینها یک سازمانی تشکیل میدن که اسمش ریاست شورای حفاظت محیط زیسته که جزء زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری هم میشه. اینا تشکیل دادن که برای حفاظت، حفاظت از محیط زیست، حالا که چندین من داره، در مورد آب‌های آزاد، در مورد پسماندها، در مورد شکار، در مورد برداشت آب و به این طریق. متاسفانه در این چند سال اخیر قوانین نوشته شده و همه بند ردیف و همه چی مشخص شده است، ولی جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ کدوم از اینها پابند نبوده، حالا به هر دلایلی سیاسی، در بعضی موارد رانت، در بعضی موارد مسائل اقتصادی، در بعضی مسائل قومیتی منطقه‌ای بوده که نتونستن این اهداف را به سرانجام برسونن. و الان مشکلی که پیش اومده، تالاب منابع آبی ما و تالاب ها کاملا در حال از بین رفتن هستن. من حال اطلاعاتی که تالاب هایی که در ایران داریم، قبل از انقلاب در سال 1971 میلادی کنوانسیون رامسر در ایران تشکیل شده که تالاب هایی که اهمیت بالای زیست محیطی دارن را ثبت کنن در کل دنیا. اون زمان ایران 84 تا تالاب داشته. از این 84 تا تالاب 33 تالاب در قالب 22 عنوان به ثبت رسیده و آخرین تغییراتی این کنوانسیون انجام داده در 7 نوامبر 2022 بوده. 172 کشور عضو هستن. 2471 تالاب به مساحت حدود 256 میلیون کیلومتر، میلیون هکتار ثبت شده که بین این کشورها کانادا با 37 عنوان تالاب و حدود 130 میلیون هکتار بیشترین حجم تالابا داره از نظر مساحت. انگلستان بیشترین تعداد تالابا داره با 175 تالاب و ایران هم طبق آخرین تغییرات از 105 تالاب موجود 25 عنوان و 45 تالاب به ثبت رسیده که مساحت حدود 1,500,000 هکتار دارد. از این تالاب ها یک سری از تالاب ها در معرض خشک شدن و در معرض خطر هستند که در لیست سیاه مهترا هم قرار گرفتن، مثل تالاب هامون پوزک، تالاب هامون صابری در سیستان بلوچستان، تالابای پریشان در شرجن، شادگان، گاوخونی در اصفهان، تالابای دریاچه ارومیه و این تالاب ها هم در حال خشک شدن هستن و خودشون عامل ریزگرد ها شدن که طبق گزارش های فعالان محیط زیست و مجموعه محیط زیست در حال حاضر حدود 680 هزار هکتار از این تالاب ها شروع به خشک شدن کردن که خودش باعث ریزگردهای زیادی شده. این در زمینی تالاب هاست که تالاب ها ارزش بسیار زیادی هم داشتن ولی متاسفانه در ایران در حال خشک شدن هستن. دلیلش هم اینه که حقابه های اون تالاب رعایت نمیشه. در همین قانون در سال 1997 قانونی تصویب شده جهت احیای تالاب ها تصویب شده و ابلاغ شده. ماده 4ش وزارت نیرو مکلف کرده که باید حقابه های از سدها، حقابه های تالاب ها را رهاسازی کنه که آب وارد تالاب ها بشه، که وزارت نیرو به خاطر خوش‌سالی ها، به خاطر مسائل تولید نیرو برق تا به امروز همکاری نکرده و فقط بحث قانون بر روی کاغذ بوده. در زمینه تالاب ها پس احیایی صورت نگرفته و کاملا دولت مخالف هم با سند 20C هم با قانون اساسی خود دولت ایران. حالا چون سند 20C تایید نهایی نشده، به امضای نهایی نرسیده،
دولت جمهوری اسلامی قبولش نداره، ولی قانون اساسی خودش رو که خودش نوشته و قبول داره، قوانینی که وضع شده اون هم رعایت نکرده در این چند سال. رودخانه های ما هم که یکی از منابع آبی مهم هستن در ایران، حدود 85 رود مهم داریم در ایران که در حوزه های مختلف هستن. رودخونه ها هم همین شکل شروع به خشک شدن شدن. بعضی از رودخونه ها که حالت بین المللی هستن، مثلا مثل رودخونه هیرمند که از کابل سرچشمه میگیره، این رودخونه هم حقابه‌ای داشته برای ایران حدود 800 میلیون متر مکعب در سال، که این حقابه هم الان با توجه به سدهایی که افغانستان زده این حقابه هم رعایت نمیشه و آبی که به داخل ایران میمده خیلی کاهش پیدا کرده. ما الان یکی از رودخونه هایی که داریم رودخونه ارسه که با از ترکیه سرچشمه میگیره و این رودخونه آبش به طور مساوی بین ایران و کشورهای همسایه داره تقسیم میشه و بیشترین آب ورودی هم از رودخونه مرزی ما از رودخونه ارسدان داخل ایران. رودخونه های دیگه مثل رودخانه زاینده رود، رودخونه کارو، دز، کرخه، با توجه به سطح های زیادی که روشون احتاس شده و ایجاد شده به صورت بیرویه، هم باعث شوری آب شده هم باعث خشکی این رودها شده، چون که سطح های زیادی احتاس شده روی اینها و آب پشت سطح ها را وزارت نیرو به از نظر وزارت نیرو نمیتونه بیگدار با آب بزنه و آب را آزادسازی بکنه. آب را نگه داشته فقط به خاطر تولید برق، چون که تولید برق هم در ایران الان مشکلات خاص خودش را داره به خاطر مصارف گاز و مسائل دیگه. بنابراین اومده آب‌های رودخونه ها را پشت سطح ها نگهداری میکنه و اجازه نمیده که رودخونه ها در جریان باشن و باعث خوش شدن بسیاری از رودخونه ها شده و کم آب شدن رودخونه ها. یکی از عوامل دیگر برداشت بی‌رویه خود مردم از رودخونه ها و آب‌های زیرزمینی، به نحوی که سال 57 ما 60 هزار حلقه چاه در ایران داشتیم. الان حدود آمار البته به صورت رسمی نیست، نمیتونن رسمی چیزی اعلام کنن، ولی حدود 900 هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در ایران داریم الان، که از این آماری که خود دولت و کارشناس‌ها اعلام میکنن حدود 40% چاه غیر مجازه، یعنی بدون هیچ مجوزی احتاج شده فقط در آب برداشت میکنه، که بیشتر حفاری چاه‌های غیر مجاز و حتی مجاز در زمان دولت احمدی نژاد بوده و دوباره در همون دولت بسیاری از چاه‌های غیر مجاز براشون پروانه صادر شده و مجاز شناخته شده. این چاه‌های غیر مجاز و مجازی که تعدادشون خیلی زیاده هم باعث خشکی تالاب‌ها شدن، قسمتی از خشکی تالاب‌ها بابت این خشکی رودخونه‌ها، مصارف زیاد و مسائل زیست محیطی، و تمام این مسائل باعث شده که مسائل اقتصادی پیش بیاد. خود در حال حاضر در ایران شدیداً تنش‌های آبی داریم، چون خود ایران در منطقه میشه گفت در منطقه خشک و نیمه خشک و خشک قرار داره. بارش در ایران سالانه 252 میلی‌متر که اگر بارندگی درست باشه که الان چندین سال هم هست که در وضعیت خشکسالی هستیم، و همه اینها باعث شده که قوانین رودخونه ها، منابع آبی و تالاب ها احیا نشن و هر روز تنش های آبی در ایران زیادتر و زیادتر میشه. و الان مشکلات آبی هم که الان داریم، ما هر ساله نزدیک 5 میلیارد متر مکعب از مخازن آبخان کشور کم میشه و جایگزین نمیشه. بیشتر چالش هایی که الان هست در ایران و باید مدیران به اون با نگاهی درست نگاه کنن و بتونن راهکارش رو پیدا کنن، یکی اینه که محدودیت ذاتی آب داریم ما در ایران، چون تو منطقه خشک هستیم و کلن بارندگی کمه. یکی توزیع نامناسب مکانی آبه بر اساس بارش ها. دیگر افزایش جمعیت در مناطقی که به هر حال آب هست، جمعیت زیاد شده، مهاجرت زیاد شده خصوصا به سمت مرکز کشور.
یکیش کاهش کیفیت آب، یکی از مسائلی که الان در کشور هستش نبود اطلاعات دقیقه و قابل اطمینان که کسی بتونه، همونطوری گفتم مثلا در مورد شاهای عمیق که مجوز دارن یا ندارن و در مورد خیلی مسائل دیگه، مسائل سیاسی و اجتماعیه و خود عدم اجرای قوانین و مقرراتی خود دولت وضع کرده و اجرا نکرده، ضعف مدیریت در آب، بهره برداران ما تو ایران افرادی هستن سن بالا و کم سواد، خب اکثرا کشاورزن و سخته که اینها رو توجیه کرد که آب به صورت قطره‌ای استفاده کنن یا در فکر آیندگان باشن. تعداد چاهای غیر مجاز خدمتتون عرض کردم و سدهای بی‌رویه که ما تا سال 57 19 سد داشتیم که بعد از الان حدود 172 سد در حال بهره برداری داریم که یکی از افتخارات دولت جمهوری اسلامی بعد از سال 57 اینه که سدسازی را بسیار رواج داده و سدسازی به خودکفایی رسیده، در صورتی که بزرگترین اشتباه و بزرگترین چیزی که صدمه زده و نمیذاره تالاب ها نمیذاره منابع آبی احیا بشن سدسازی هاست، سدسازی هایی که تازه اصولی بودن. حالا سدسازی هایی مثل سد گتوند، مثل سد بختیاری که در حال احداثه، سد سیمره یا سدی که در اصل جدیدن میخواد آبگیری بشه مثل چمشید، این سد هم که دیگه فاجعه زیست محیطی هستن به خاطر شوری که پیش آوردن، یا مثلا سد بختیاری که در حال احداثه، بزرگترین سد از نظر ارتفاع تاج در جهان 325 متره که از افتخارات که این تاج بلندی داره این سد، و از اگر راه اندازی بشه و آبگیری بشه اثرات زیست محیطی خیلی زیادی داره. سرچشمه های سد کرخه را تحت شعاع قرار میده و پایین دست، ولی از سد گتوند که فاجعه زیست محیطی خیلی بزرگیه که الان میلیون ها تن نمک درش انبار شده، پایین دست سد به شورزار داره تبدیل میشه، بررسی هایی که شده برای شکستن سد هزینه خیلی گزافی داره که بخوان سد رو تخلیه کنن و بشکنن. در حال حاضر سیاست دولت در زمینه احیای تالاب ها، احیای منابع آبی، رودخونه ها و کلن بحث آب میشه گفت هیچ سیاستی نداره و کشور را به امان خدا رها کرده عامیانش که ببینه به کجا میرسه. الان چاه‌ها از دم، خب چاه‌های غیر مجاز مجاز حفظ شده، به مردم اجازه داده تا اینقدر از چین چاه برداشت کنن تا بخشکه، ولی نمیتونن مدیریت کنن که مثلا چاه را ببندن. چاه‌های در این مدتی که چاه‌های غیر مجاز شناسایی شده، گزارش‌هایی که دارن حدود چند هزار چاه را تونستن فقط مسدود کنن، اونم در حد چند هزار تاست، یعنی نزدیک به 400 هزار چاه غیر مجاز در حد کمتر از 20 هزار چاه را تونستن مسدود کنن. من دیگه صحبت خاصی ندارم، در خدمت دوستان هستم یا صحبتی باشه. ممنون، دستون درد نکنه. خب آقای ولی‌زاده گویا دسترسی میکروفونشون قطع شده. من با اجازهتون میکروفون رو باز کردم جناب ولی‌زاده. سلام من رو دادید؟ من الان دسترسیم باز شد. بله بفرمایید. خیلی ممنون از آقای خدابنده، خیلی سخنرانی خوبی داشتن، به تحلیل و بررسی هدف 6 پرداختن که بحث محیط زیستی رو بررسی کردن از اجرای تالاب ها و رودخانه. متاسفانه همونجور که حالا توی سخنرانی های خودمندم بود، شورای تشکیل شده به نام شورای حفاظت از محیط زیست که زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت میکنه و چون که ریاست جمهوری خودش یه نهاد اجرایی هست، خب معلومه که این شورای حفاظت از محیط زیست خوب عمل نمیکنه و باید این شورا زیر نظر یک نهاد قانونگذار باشه که بتونه قانون رو
بند به بند اجرا کنه، نه اینکه این رو بذار زیر نظر یک نهاد اجرایی مثل ریاست جمهوری و خودش تصمیم بگه که چه چیزی اجرا بشه و اگر اجرا نشود بالاخره نمره قبولی رو به اون بده. بحث محیط زیست سراسر ایران الان با خطر جدی روبرو هست، از خطر از بین رفتن تالاب ها، رودخانه ها، کم آبی، از بین رفتن محیط زیست بوم، جانورهایی که توی این محیط زیست دارن بالاخره به حیات خودشون ادامه میدن. تمام اینها خطر جدی هست که داره تهدید میکنه و علارغم تمام این هشدارهایی که کارشناسان و کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن هشدارهایی که میدن، من طبق معمول جمهوری اسلامی گوش شنوایی نداره. یک پروژه هست در سمت غرب کشور و تعداد زیادی سد اجرا شد و اینها رو اجرا کردن و اومدن تمام رودخونه ها رو آبش رو سرازیر کردن به این سدها که برای حالا تولید انرژی یا هر چیز دیگه که در نهایت ختم میشد به تأمین مناطق نظامی در غرب کشور و این مناطق نظامی هم پایگاه اصلی تروریست هست در پایگاه اصلی تروریست جمهوری اسلامی هست در غرب کشور و با اون حمله‌های موشکی انجام میده. میومد یه آب رودخونه رو به یه سری از سدهای مشخص سرریز میکرد و خود این باعث شده، چون که من به عنوان خبرنگار در غرب کشور برای یک مسئله که ببینیم اونو کنکاش کنیم و واقعیت مطلب رو پیدا کنیم به اونجا رفتم و به کمک فعالین محیط زیست خیلی تحقیق کردیم، متوجه شدیم با احداث این سدهای غیر مهندسی و غیر قانونی باعث خشک شدن چندین سراب طبیعی و همچنین تالاب‌ها شدن که نمونه بارز سراب نیلوفر کرمانشاه و سراب هشیلان کرمانشاه هست. متاسفانه هیچ رفتار مثبتی، هیچ برنامه ریزی برای محیط زیست در ایران نیست و خود این هم باعث یک خطر جدی شدن. در ادامه بقیه دوستان اگر نظری دارن، من خانم جهانبین رو میبینم که اعلام آمادگی کردن صحبت کنن، اگر نظری دارید سوالی دارید میشنویم. لطفا اجازه دسترسی رو خانم جهانبین بدید گویا صحبتی دارن. خیلی ممنونم. اول تشکر میکنم از آقای خداونده بابت انتخاب موضوع خوبی که داشتن. خب مسئله محیط زیست خیلی مهم هستش و یکی از مسائلی هستش که متاسفانه ما خیلی توی ایران توش ضعیف هستیم و واقعا در حقش داره اجحاف میشه و همونطور که آقای خداونده گفتن ما قانون زیاد داریم، متخصص هم زیاد داریم، اما توی بخش اجرای قانون و پیگیری و استفاده از این تخصص ضعیف هستیم. توی بخش حالا حوزه آبی، رودخانه، رود، تالاب و تمام حوزه‌های آبی، یکی از مسائلی که خیلی داره ضربه میزنه همین بحث سدسازی‌های بی‌رویه و بدون هیچ ضابطه خاصی که داره اتفاق میفته و الان ما انقدر توی ایران مشکل آب داریم که دیگه رسیدیم به حدی که داریم از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنیم. آب‌های زیرزمینی باید برای نسل آینده باشه و اصلاً با توجه به این میزان دریا و رودخانه‌ای که توی ایران وجود داره نباید کار ما به اینجا می‌کشید که بخوایم از آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم، اما متأسفانه می‌بینیم که این اتفاق داره می‌افته و حتی چاه‌های خیلی عمیق‌تری هم برای آب‌های ببخشید برای آب‌های ژرف هم دارن یه سری چاهای خیلی عمیق‌تر می‌زنن و همین مسئله یکی از پیامداش همین میشه که ما داریم می‌بینیم که خیابونا کم کم فرونشست پیدا می‌کنه، ساختمونا ریزش پیدا می‌کنن و در آینده مطمئن باشید این مسئله خیلی بدتره و الان توی وضعیتی ما داریم از موزل آب توی کشور صحبت می‌کنیم که کشورهای پیشرفته دارن از انرژی پاک استفاده می‌کنن و یکی از انرژی‌های پاکی که میشه استفاده کرد همین استفاده از انرژی جزر و مد، حالا بیشتر اقیانوس‌ها هستش یا رودهای خیلی بزرگ، رودخانه‌های خیلی بزرگ، که ما توی استفاده از انرژی‌های پاک هم خیلی ضعیف هستیم، خیلی تفاوت داریم، خیلی فاصله داریم از همین مسئله استفاده از جزر و مد آب، انرژی در واقع جزر و مد آب. این هم یه مسئله که می‌خواستم بگم. و توی بخش تالاب‌ها اکثر تالاب‌های ما خشک شدن متاسفانه، که حالا علاوه بر این که بر روی انسان‌ها اثر می‌ذاره، خیلی از گونه‌های
جاندار، حالا چه گیاه باشه چه حیوان باشه جانور باشه، متاسفانه در خطر انقراض قرار گرفتن. و مورد آخری هم که میخواستم اضافه کنم، خب ما این مشکل و این مسئله و این در واقع استاندارد کار نکردن و این استفاده نکردن از متخصص و همه اینا رو داشتیم، اما دیگه فاجعهش بعد از این قرارداد 25 ساله با کشور چین هستش که اجازه حتی برداشت خیلی از گونه های جانوری هم به این کشور داده شده و ما الان داریم میبینیم که خیلی از صیادان ما توی چه شمال چه توی جنوب کشور حتی بیکار هستن، کارشون رو از دست دادن و اکثر کسانی که دارن توی اون بخشا کار میکنن کارگران چینی هستن و از کشتی های ترال استفاده میکنن، کشتی هایی که اصلا هیچ نگاهی هیچ توجهی به حتی فصل تخمریزی ماهی ها و جانداران آبی ندارن و به هر حال تمام این مسائل تمام این مشکلات در دراز مدت به محیط زیست ایران آسیب میزنه. امیدوارم که هرچه زودتر بشه یه فکری کرد، راهکاری پیدا کرد و محیط زیست امانت هستش دست ما. ما که الان داریم این کار رو میکنیم دیگه خدا به داد نسل آینده برسه. به هر حال اگر حتی به خودمون فکر میکنیم، به نسل آینده هم فکر میکنیم، باید یه مقدار دلسوزتر باشیم. مرسی جناب ولیزاده از وقتی که به من دادید. میکروفون در اختیارتون. بله، خیلی ممنون از خانم جهانی، خیلی خوب اشاره کردن. متاسفانه به حدی زیاد شده حفر چاهای حالا قانونی و غیر قانونی که در مناطقی که سفله‌های آبی هم هستن، باید به عمق قبلا به عمق 6 تا 10 متر که حفر میکنن به آب میرسن، ولی الان عمق به 40 متر هم میرسه برای این که به آب برسن، حتی در مناطقی که سفله‌های آبی هستن. من میبینم که خانم اشجعی اعلام کردن خواهن صحبت هم از خودشون رو بگن، صدایشون رو هم لطفاً بهشون دسترسی بدین که صدایشون رو هم بشنویم. با سلام خدمت همه دوستان و همکاران، من به این موضوع میخواستم اشاره کنم. با توجه به اعتراضاتی که در داخل ایران انجام میگیره و همیشه هم و یعنی اکثر این موارد اعتراض مربوط به تورم، گرانی، نابسامانی اجتماعی هست، ولی و بعد هم به هر حال مردم ایران در این اعتراضات حق طبیعی و حق حیات خودشون رو از دولت نابکار در واقع درخواست میکنن، میبینیم که جامعه جهانی چشمش رو میبنده. ولی از اون ور محیط زیست یک بعد جهانی داره، یعنی هیچ وقت نمیتونیم نسبت به محیط زیست بگیم که خب این قسمت مال ایرانه بس در رابطه با مردمش و محیط زیستش. یعنی محیط زیست یک ارتباط ارگانیک داره با تمام حتی انسانها و جهان. یعنی اگر چین با این قرارداد 25 سالش که میاد میره اون حتی کنسولگری زده در بندر عباس، در واقع میخواد که اون محیط زیست و اون قسمت رو زیر سیطره خودش بگیره و هر فجایع چه محیطی چه انسانی که انسانی در بعد بالاتر که منجر به بیکاری و بدبختی مردم ایران میشه و تورم و گرانی و یعنی در واقع اصلا کلن صنف کارگری ایران رو متوجه این مسئله میکنه که در واقع فقر و بدبختی رو به خانه های اونها ببره، ولی اینجا جامعه جهانی یعنی همون محیط زیست جهانی هم چشمشو به این مسئله میبنده. اگر یعنی منظور من حالا اعتراض مربوطه به خود مردم ایرانه و مردم ایران باید برای اینکه به دست آوردن دموکراسی خودشون طی روند و سالها کوشش بکنن، با جوانهایی که در ایران میمیرن چشم این جهانیان به این مسئله بسته است، نسبت به محیط زیستم بسته است. واقعا جای یعنی این من نمیدونم اصلا با نمیدونه یعنی این چینی که برای در واقع 600 میلیارد دلار با آمریکا قرارداد داره، 800 میلیارد دلار با آلمان قرارداد داره، باید بیاد
که کشور ما را نصفش رو نابود بکنه، مردم ما را نابود بکنه و حکومت هم اونجا سر جای خودش هست مشغول کشتن مردم ایران. ببخشید من مایک رو میبندم. خیلی ممنون خانم اشرفی، به نکته خوبی اشاره کردید. متاسفانه جمهوری اسلامی نه در حوزه محیط زیست بلکه در تمام زمینه‌ها امانتدار خوبی نیست و نتونست این رو خوب اجرا کنه و ما این رو 40 سال هست که شاهدش هستیم. آقای سپر اعلام آماده کردن که نظر خودشون رو بگن، صدایشون رو هم میشنویم. لطفا اجازه دسترسی بدیم بهشون. لطفاً دستتون رو بالا نگه دارید که بتونن اجازه دسترسی رو به شما بدن. استفاده اگه می‌خواید صحبت کنید. درسته. درسته بنده داریم. بله بله بفهمید. بله عرض سلام دارم و خسته نباشید و اینکه واقعاً از این طرحتون واقعاً خوشحالم که دارین این مسائل رو مطرح می‌کنید که حواستون همه جانبه هست. و باید به خدمتتون عرض کنم که من لینک رو برای چند تا از دوستانم تو ایرانم فرستادم، متأسفانه نتونستم همراه شما باشن، اینجا من از طرف اونا هم صحبت میکنم. مسئله شیلات که به خوبی دارن اشاره میکنن و نقش کشور چین و بدتر شدن اوضاع با نقش کنسولگری که توی بندرعباس دیروز احداث کردن، افتتاح کردن در سکوت کامل خبری. این که کار که دست ما برمیاد اینی که به هر حال مثلا توی شهر هامبورگ که من هستم کنسولگری شهر کنسولگری کشور چین هست و میشه اونجا رفت و منعکس کرد این اتفاقات رو. و مسئله دوم این که من اهل استان فارس هستم و اونجا در بچگی و من حدود 34 سالم هم من کودکی بودم اونجا میرفتم، عمق چاهای آبی که اونجا حفر میشد 7-8 متر بود، یعنی من سرم رو توی چاه آب میگرفتم کف آب رو من میدیدم، بسا کمترش از 3 یا 4 متر. الان تو همون منطقه چاهایی داره حفر میشه با عمق 150 متر و مدام کف شکنی میشه بعد از اون چاه، هم بعد از یه سال یا دو سال دوباره باید کف شکنی میشه به عمق بره پایین تر. اینجا منطقه ایه که سابق برین یعنی در زمان شاه که صحبت میکنن توی استان فارس خیلی رشته قنات های مختلف وجود داشته و اصلا هیچ نیازی به حفر چاه نبوده و از این رشته قنات ها استفاده. من مطلعم که علاوه بر استان فارس تو استان های مثل یزد، مثل کرمان و بخش جنوبی کشور کلن رشته قنات ها بوده و هستن، یعنی همچنان هم اگه شما به صورت هوایی هلیشات بگیرن یا پرواز هلیکوپتر انجام بشه بعض منطقه معلومه که این سوراخ ها چون اینا هر مثلا چند صد متر یه دونه دریچه داره و اینا همچنان معلومه. و متاسفانه با اصلاحات ارضی که انجام شد لایروبی این مناطق این حفر های یعنی این تونل های مان اینها متوقف شد و خیلی هاشون مسدود شدن و مردم نتونستن ازشون چون هزینه زیادی داشت. و اگه دولت متولی شه که بخواد این قنات ها رو لایروبی کنه فکر میکنم که چالش یعنی بتونه این چالش آب منطقه ها رو یه جورایی پاسخگو باشه. همین دو نکته رو من خواستم عرض کنم خدمتتون و اینکه انشالله امیدوارم ترتیبی بشه که دفعه دیگه بچه‌هایی که داخل ایران هم هستن، من دیر متوجه شدم و یعنی خیلی خوشحالم شدم که زودتر بتونم اونا رو هم همراه خودم بکنم. ممنون. خیلی ممنون آقای سپر. بله خوب اشاره کردید. بالاخره با توجه به رسالتی که ما داریم به عنوان فعال حقوق بشر این کار ما هست که خودمون این آگاهی رو به دست بریم و این آگاهی رو به دیگران منتقل کنیم که سطح آگاهی جامعه بالا بره و مطالبه گر باشن و حق خودشون رو بخونه، از حالا از اون رژیم از اون دولت. خانم سوسن شرقی اعلام آماده کن، لطفا برای ایشون هم دسترسی بذارید که صحبت کنند. سلام مجدد عرض میکنم، ممنون بابت مطالبی که گفته شد، خیلی مطالب عالی بود، استفاده کردم من به شخص خودم. یکی از مواردی که میخواستم بگم این هستش که در رابطه با برداشت از سفره‌های زیرزمینی که صحبت کردن، نه تنها توی ایران حالا بر طبق گزارش هایی که هست به بخش کشاورزی آسیب زده و محصولات کشاورزی کشاورزان از بین رفته،
بلکه این مسئله باعث در واقع فرونشست زمین ها شده و این مسئله باعث شده خیلی از عزیزان، حتی من همین امروز مطلع شدم که در حین انجام کار کشاورزی داخل زمین متاسفانه اتفاق میفته. ممنون بابت اینکه میکروفون رو در اختیار من قرار دادین. من مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون از شما خانم شهره. بله شما همینطور خیلی خوب، دوستان خیلی خوب اشاره کردن. مسئله محیط زیستی چیزی که وقتی کوتاهی در اون صورت میگیره یه اکوسیستم بزرگ رو مورد دچار مشکل میکنه، از نشست است، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری، کم آبی، خیلی از مسائل رو شامل میشه که همین ما چند سال پیش شاهد بودیم که توی منطقه شهران استان تهران یه فرونشست خیلی عمیق داشتن و باعث یه حادثه شد. این کم کم باعث میشه که این فرونشست ها به مراکز اصلی شهرها و جاهایی که مسکونی هست برسه و خودش یک خطر بزرگ هست. در ادامه میشنویم جناب آقای محمد گلستانجو رو، سخنران بعدی ما هستن با موضوع روز جهانی همبستگی بشر. لطفاً مایک رو در اختیارشون بذارین که سخنرانیشون رو هم بشنویم. سپاسگزارم جناب علیزاده. عرض ادب دارم خدمت حضار در جلسه. همطور که فرمودین امروز مقرر شد که در رابطه با روز جهانی همبستگی بشر من صحبت بکنم، ولی جا داره که قبل از شروع صحبتم احساسم رو در رابطه با این نامگذاری یه همچین روزی بیان کنم. میخوام این تصور رو بکنیم که روزی رو داشته باشیم که همه ابنای بشر با هم به دور از هر گونه اختلاف عقیده و نظر در صلح و امنیت زندگی می‌کنند. دیگه شاید هیچ گونه نقض حقوق انسانی نباشه، چرا که همه با هم هستیم و برای هم دیگه هستیم. واقعا روزگار زیبایی میتونه باشه و امیدوارم که بتونم شاهد همچین روزی باشم، چون وقایعی که حداقل در این مدت در ایران اتفاق داره میفته، افتاده و داره میفته، اینقدر دردآوره که حتی تصور این همچین روزی یه خورده سخت میشه. حالا خب امیدوارم که یه روزی هممون شاهد این واقعه زیبا باشیم. خب صحبتم رو شروع کنم در رابطه با روز جهانی همبستگی بشر. از سال 1970 کشورها سعی رو برای این داشتن که اجرایی کنن به هر ترتیبی این همبستگی جهانی رو، و با ایجاد مباحث مختلفی همچون توسعه پایدار زمینه این همبستگی رو خواستن فراهم کنن. هم یکی از مواردی که میتونه به همین همبستگی جهانی کمک کنه اجرایی کردن همین طرح توسعه پایدار بوده که فرایندی رو پیش میاره که آینده مطلوب رو برای جوامع بشری رقم بزنه، که در اون شرایط زندگی و استفاده از منابع بدون آسیب رسوندن به یک پارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی نیازهای انسان رو برطرف کنه و در مجموع به ایجاد همبستگی جهانی کمک کنه. در همین لحظات قبل صحبتی که همکاران داشتن مربوط بود به محیط زیست. واقعا محیط زیست یک مورد منحصر به فرد نیست، همینطور که دوستان هم اشاره کردن، که بگیم خب یک بخشی از زمین دچار مثلا بحران شده به بقیه هم ارتباط نداره. نه، این یه مورد همگانیه و اگر این رو
همه درک نکنن، خب آسیب پیشرفت میکنه و شامل همه میشه. این خودش یک بخشی میتونه باشه از همبستگی که آدم احساس مسئولیت بکنه در رابطه با هر آنچه که اتفاق میفته، حالا چه در محیط، چه در رابطه با محیط زیست یا هر موضوع دیگه. ما در ایران ضرب المثلی داریم که بنی آدم اعضای یکدیگرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. همه این ضرب المثل رو این میدونین. این همون حالا به روایتی همون موضوع همبستگی رو عنوان میکنه که اگر در نظر بگیریم هر اتفاقی برای هر شخصی یا هر خطه از زمین اتفاق میفته، همه مسئوله. در همین رابطه در سال 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 20 دسامبر رو به عنوان روز جهانی همبستگی بشر تعیین کرد. توی این مجمع قطعنامه ای رو صادر کردن به این عنوان که یکی از به عنوان یکی از ارزش‌های اصلی و جهانی همبستگی رو در اون عنوان کردن که باید زمینه روابط بین افراد در قرن 21 باشه. در این قطعنامه اومده که سران کشورها و دولت‌ها همبستگی رو به عنوان یکی از ارزش‌های جهانی و بنیادین که روابط بین‌الملل رو در قرن 21 در بر می‌گیره به رسمیت می‌شناسن و با این نگاه تصمیم می‌گیرن تا 20 دسامبر هر سال رو روز بین‌المللی همبستگی اعلام بکنن و در واقع باید جشن گرفت. یکی از اهداف مهم این نامگذاری ارتقاء فرهنگ همبستگی و روح مشارکت برای مبارزه با فقر و تشویق دولت‌ها برای اجرای طرح‌های جدید ریشه‌کنی بحران فقر است. قاعدتاً رکن مهم همبستگی احترام به تنوع فرهنگ، تمدن، رنگ، نژاد، دین و جنسیت آحاد بشر است. چرا که تا زمانی که گروه‌های مختلف اجتماع نسبت به همدیگه احساس بیگانگی بکنند و به دلیل پیش‌فرض‌ها و کلیشه‌های ذهنی از تعامل با یکدیگر خودداری کنند، موضوع همبستگی در حد یک شعار باقی می‌ماند و در نتیجه مسائلی که بشریت به اون مبتلا است از جمله فقر هیچگاه از بین نخواهد رفت. در همین رابطه شاهد ارائه سند 23 هستیم که همکارم در بخش قبلی هم بهش اشاره کرد. به طور مشخص با اهدافی که در این سند ارائه شده می‌بینید که چقدر در ایجاد یک همبستگی جهانی می‌تونه این سند کارساز باشه. اما چه همبستگی اجتماعی چه عدم اون از سطح کلان جامعه شروع میشه و در نهایت تمام مردم رو به سمت سوی مشخص سوق میده. در این میون اولین مانعی که میتونه جلوی این همبستگی رو بگیره خود حق پنداری برخی گروه های اجتماعی. خود حق پنداری سطح نفوذ ناپذیریه که جلوی درک صحیح از شرایط دیگر اقشار رو میتونه بگیره و اگه این نوع دیدگاه در سطوح کلان وجود داشته باشه باعث سلب حقوق طبیعی و انسانی سایرین شده و رفته رفته این نگرش مظلوم رو به لایه‌های درونی اجتماع تسریع میده و مردم از هم دور و نسبت به هم نامهربون میشن. در چنین شرایطی چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که در مواقع ضروری مردم به کمک هم بیان و پشتوانه یکدیگر باشن؟ در کشور ما همچنان که شاهد هستیم متاسفانه بسیاری از تصمیمات در مرحله بالای مدیریتی بدون امیدوارم این صدای بارونی که الان جا داره میاد شما رو اذیت نکنه. من سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم که الان این صدای بارون نه صداتون خیلی واضحه صدای دوستان جو فهمید. بله، همونطور که عرض کردم، همونطور که شاهدی متاسفانه بسیاری از تصمیماتی که در مرتبه بالای مدیریتی بدون توجه به اهمیت برابری و رفاه عمومی و به خصوص با چشم‌پوشی در مصالح و منافع حاشیه‌نشینان
اتخاذ میشه. برای مثال برخی از نقاط کشور در حالی از امکانات اولیه مثل آبی که در واقع آب آشامیدنی هست و یا گاز بی بهره هستن که در شهرهای همجوارشون از همین امکانات بهره‌مند. این مسائل در واقع یعنی عدم توزیع عادلانه امکانات و ثروت در نهایت چیزهای مردم رو تحت تاثیر و گاهی هم اونها رو در مقابل هم میتونه قرار بده. به نحوی که فردی که در منطقه دورافتاده از استانهای محروم زندگی میکنه به بقیه چشم افرادی نگاه میکنه که حق اون رو پایمال کرده. طبیعتا نتیجه این تضاد آشکار شرایط زندگی هرچی باشه همبستگی نمیشه. از طرف دیگه همونطور که عملکرد حکومت تا حالا نشون داده در جامعه ایرانی تنوع قومی و مذهبی هم در عمل چندان به رسمیت شناخته نشد، هرچند که مسئله همواره تکذیب میشه از طرف دولت. اما الگوی رشد مناطق خاصی از کشور از یه طرف و برخی مواضع رسمی که از تریبون‌های عمومی اعلام میشه باعث این ایجاد خشم در بین اقشار ملت میتونه بشه. همین تبعیض‌ها و رفتارها زمینه میشه برای گسیختگی اجتماعی، دور شدن مردم از هم و گسترش بیش از پیش فقر، و این چرخه همچنان ادامه پیدا میکنه تا جایی که هم دوستی جای خودش رو به یک خودخواهی دست جمعی میده. به طوری که هر کسی در صدد این برمیاد که گلیم خودش یا گروهی رو که باهاش هستن رو عذاب بیرون بکشه. در چنین شرایطی هر نوع مطالبه گری در سطوح مختلف اجتماع شکل بگیره، البته اگه شکل بگیره، تنها متمرکز به منافع خاص یک جمع محدود خواهد شد. این موضوع همچنین در برخورد با مهاجرین خارجی ساکن کشور هم نمود. در واقع مشخص هست خانواده یه بعد از دهه ها مدت اقامت در ایران به دلیل تعیین های قانونی موجود و بعضی کارشکنی های غیر قانونی سازمان ها و ادارات زیرفت همچنان در تامین نیازهای اولیه‌شون دچار مشکل هست. مهاجران هنوز برای دسترسی فرزندانشون به امکانات آموزشی و بهداشتی ناچارن هفتخان رستم و زیر پا بذارن و برای خرید کوچکترین چیزها مثل این خرید سیم کارت یا داشتن حساب بانکی، اجاره خونه، خرید خودرو و خیلی چیزهای دیگه باید به دنبال واسطه ایرانی باشن. در کف جامعه همه شاهدیم که سنت و ادب، در واقع ادب کهن سرزمین ما، یعنی در واقع بگم مهمان نوازی، تبدیل میشه به یک دیدگاهی که حالا به اصطلاح میگیم چراغ که به خانه رواست به مسجد حرام. موانع ایجاد همبستگی تا اونجا که به قانون و تصمیمات کلان مربوط میشه متولیان خودش رو داره و انتظار میره که مسئولان مربوطه با تغییر نگرش و رویه حاکم در زمینه ایجاد همبستگی میان اقوام، مذاهب و فرهنگ‌های دیگر تلاش موثری رو انجام بدن. که خب از تا الان که الان اگه بگیم اصلا شاهدش نبودیم، در واقع بهش گفت حق مطلب بگوید، ولی الان میخوام با یه درجه تحقیق میگه خب خیلی کم شاهدش بودیم. ولی از طرف دیگه نباید نقش مردم و وظایف اجتماعی فرد اعضای جامعه رو فراموش کرد. حتی اگر متولیان تصمیمات تاثیرگذاری در بالاترین سطوح بگیرن تا تاثیرات و نتایجشون به پایین‌ترین لایه اجتماع برسه، بسیاری از زندگی‌ها بر اثر گسستگی‌ها و تضادهای موجود در عرف و خلق عمومی در عصر حاضر در واقع میشه گفت نابود میشه. اینجاست که ضرورت امدادرسانی احساس میشه، به این معنی که شهروندان آگاه یک جامعه باید بکوشن با حضور مستمر و مسئولانه در حاشیه، در واقع بگم که با
باید سعیشون رو بر این بکنن که به کمک اون افرادی برسن که در حاشیه قرار گرفتن و در واقع هم نابرابری ها توانشون رو از بین برده و رمق حیات رو ازشون گرفته. به سهم خود باید نقشی در دمیدن روح همبستگی و یگانگی در جامعه رو به عهده بگیریم همگی. اگه همبستگی بشر به آرمانی اساسی در زندگی ما تبدیل بشه، شاید وقتی از خیابون‌های شهرمون می‌گذریم و کودکانی رو می‌بینیم که زیر فشار کار اجباری هر روز پژمرده‌تر میشن، باید به سمتشون بریم، گام اول رو در واقع ما برداریم، با اونها گفتگوی دوستانه داشته باشیم، از دلیل روزهای سختشون با خبر بشیم و حتی اگر شده برای پایان دادن به رنج یکی از اون کودکان و خانوادهشون هر چی در توان داریم انجام بدیم. همونگونه که نفرت و جدایی خونه به خونه دنیای ما رو فتح کرده، عشق و همبستگی رو هم بعد خونه به خونه باید در واقع به دست بیاریم. کافیه که سهم خودمون رو انجام بدیم تا همبستگی گم شده میان فرزندان انسان رو باز بیابید. این مطالبی که خدمتون در واقع ارائه دادم مربوط میشه به همبستگی ابنای بشر و بسیار خوشحالم که فرزندان ایران زمین همچنان که از دیرباز نقش پررنگی در همبستگی جامعه داشتن، همکنون هم با همون روحیه گذشته اتحاد خودشون رو به معرض نمایش جهانی گذاشتن و به دنیا معنای همبستگی رو نشون دادن که با همبستگی میشه چی کار کرد و چجوری میشه دنیا رو فتح کرد. البته که هر حالا بگم هر جهش نمیشه بگم، هر اتفاقی بهایی رو داره و متاسفم از این که بهای این همبستگی در کشور ما حداقل خیلی گزاف داره پرداخت میشه. ولی خب در نهایت خوشحالم از این که با این همبستگی به این نتیجه مطلوب میرسیم، گذشته از این که کشورمون رو میتونیم آزاد کنیم و در یک فضای آزاد در کنار همدیگه در صلح و امنیت زندگی کنیم، به دنیا هم ثابت میکنیم که همبستگی چقدر زیباست و در ادامه میتونه یک دنیای زیبایی رو برای همگان ارائه کنه. با آرزوی موفقیت و پیروزی از همگی شما عزیزانی که در جلسه هستید سپاسگزارم که تا این لحظه با من بودیم. من مایک رو آزاد میکنم و در خدمت دوستان هستم اگر امری باشه. بله، خیلی ممنون جناب آقای گلستانی جو، ممنون از سخنرانی خوبتون، به خوبی اشاره کردید. امیدوارم که روزی برسه که در کشورمون فارغ از اینکه چه کسی چه دینی داره، چه نژادی داره، از چه قومیتی هست، چه رنگ پوستی داره، از کجای ایران هست و چه طرز فکری داره، برای چی داره زندگی میکنه، چه نوع لباسی میپوشه، مورد شکنجه، مورد بازداشت قرار نگیره. چیزی که ما داریم الان توی ایران میبینیم که طرف به خاطر بلوچ بود، به جرم بلوچ بودن، به جرم کرد بودن، به جرم ترک بودن، مورد بازخواست هست، مورد شکنجه هست، هم خودش هم خانوادش. بس کرات دیدیم که مورد تحت فشار هستن از سوی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی، که این اصلا چیز خوبی نیست و مغایر است با بند مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر. خانم روزا جهانبین میبینم که اعلام کردن میتونن صحبت کنن، دستشون رو بالا بردن، صدایشون رو هم میشنویم. خیلی ممنونم، مرسی از آقای گلستانجو بابت سخنرانی خوبی که داشتن و انتخاب موضوعی که داشتن. شاید ماه دسامبر واقعا یکی از اون ماهایی باشه که خیلی در مورد حقوق بشر صحبت شده، به خاطر اینکه ما 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر رو داریم، 20 دسامبر هم همونطور که آقای گلستانجو فرمودن روز جهانی همبستگی بشر رو داریم. یعنی خیلی به این قضیه
حق انسان ها داره تاکید میکنه. اینکه واقعا همیشه یه مثالی به ما میگفتن که حق، حالا بعضی ها میگفتن حق دادنیه، بعضی ها میگفتن حق گرفتنیه، ولی به نظر من هیچ کدوم نیست. این حق حقیه که آدم ها دارن، انسان ها دارن، وقتی که بهش تعرض میشه میره توی اون بخشی که حق دادنی میشه یا گرفتنی میشه، که الان ما داریم نتیجهش رو میبینیم که متاسفانه همونجور که آقای ولیزاده گفتن توی ایران ما خیلی از همه نظر مردممون حقوقشون داره نقض میشه. و البته که مسئله جهانی هستش، اما خب به حال به خاطر ایرانی بودنمون ما حساسیت بیشتری قطعا در وهله اول روی کشور خودمون داریم. و فکر میکنم دو چیزی که باعث میشه حقوق بشر خیلی بهش تعرض بشه، یکیش دین هستش، یکی سیاست. این دو مسئله هستش که خیلی داره آسیب میزنه و دو قشری هم که بیشتر از همه میتونیم بگیم تحت تاثیر قرار میگیرن نسبت به بقیه شاخه ها، یکی محیط زیست هستش، یکی کودکان. گرچه که به همه مردم و به همه حالت ها حالا آسیب وارد میشه، اما واقعا کودکان و محیط زیست شاید بگیم که قربانی اصلی این قضیه هستن. و حالا در راستای همین مسئله همبستگی بشر، اگه بخوایم نگاه جهانی بهش بکنیم، توی سالهای اخیر به خصوص خیلی اتفاقای قشنگی به صورت خودجوش افتاده، یعنی توسط خود مردم کشورهای مختلف. مثلا زنجیره انسانی تشکیل میدن و اصلا دقت نمی کنن اون کسی که بغلشون ایستاده دستشو گرفته نژادش چیه، رنگ پوستش چیه، و صرفا به خاطر اون اعتقادی که دارن برای اون مسئله‌ای که میخوان حمایت کنن ازش زنجیره انسانی تشکیل میدن. یا حتی میبینیم که توی یه کشور فرض کنید شرقی، به خاطر یه مسئله که توی یه کشور غربی افتاده مردم اعتراض میکنن، اعتراضای مردمی اعتصاب میکنن و اینجوری حمایت میکنن. یا حتی میبینیم که کمپین های حمایتی مختلفی را میفته، همونطور که کمپین میتو را افتاد که باز هم توسط بانوان را افتاد و باز هم اصلا بحث نژادی و قومی نبود، بحث حق زنان بود که برگزار شد. یا همین کمپین زن زندگی آزادی که داریم میبینیم، یا کمپین نه به اعدامی که داریم میبینیم، که به خصوص این دو کمپین بیشتر مربوط هستش به کشور ما، اما داریم میبینیم که حمایت های جهانی داریم میبینیم، حتی توسط هنرمندان کشورهای دیگه، توسط ورزشکارای کشورهای دیگه، توسط دیپلمات‌های کشورهای دیگه. و همه اینا نشون میده که مردم به قول آقای گلستانجو اگه که بخوان همبستگی با همدیگه پیدا بکنن، میتونن تمام این فاصله ها رو، حالا چه نژادی هستش، زبانی هستش، دینی هستش، میتونه همه اینها رو بزنه کنار و انسان به خاطر انسان بودنش به حق خودش و دیگران احترام بذاره. و من هم امیدوارم که این جنبشی که توی ایران هستش با تلفات خیلی کمتری پیش بره. مرسی آقای ولیزاده از زمانی که به من دادید. میکروفون در اختیارت. بله، خیلی ممنون خانم جامعه، خیلی خوب اشاره کردید و گفتین که حق یا گرفتنی دادنی نیست، حق گرفتنی. ولی ما از مسئولین و رهبران جمهوری اسلامی دیدیم که حق گرفتنی نیست، حق خوردنیه. به کرات دیدیم که این کار انجام دادن، حق رو ضایع کردن. نمونهش همین افرادی رو میبینید که در ایران معترض هستن به وضع موجود، از حجاب اجباری، از عدم آزادی بیان، و ما معترض هستیم به این مسئله، ولی با رفتار خشونتبار از سوی ماموران امنیتی، مسئولان رژیم، رهبران رژیم مواجه هستیم. همونطور که میبینید به جرم اینکه به خیابون اومدی و حق خودتو خواستی میگن و بازداشت میکنن و میبرن زندان. امروز صبح من یه خبر ناراحت کننده دیدم که یکی از معترضان به اسم سامان سیدی، ملقب به سامان سیدی، دست به خودکشی زده توی زندان. یعنی به قدری که این رو زیر شکنجه، زیر فشار بردن، و انقدر از لحاظ روحی روی این فشار بردن که دست به خودکشی زده و خواسته دیگه به زندگی خودش پایان بده. باید ببینیم که رهبران جمهوری اسلامی که میان و مدعی این هستن حقوق بشر رعایت میکنن، که چرا این اتفاقا میافته و اون حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه.
اگر از دوستان کسی صحبتی یا سوالی داره، نقطه نظری داره، میشنویم. در غیر این صورت بله، در غیر این صورت به بله آقای سپر در من میبینم که ادامه آماده کردن، ایشون رو هم میشنویم ببینیم چه نظری دارن در مورد صحبت آقای گلستان جو. سلام، صدای من میشنوید؟ سلام بخن. بله 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 بله، تشکر میکنم از آقای گلستانی عزیز، خیلی صحبت‌های مفید رو ارائه کردن. یه نکته تو صحبتاتون من بیشتر به نظرم رسید، این که گفته بودید که وظیفه فردی ما رو نباید فراموش بشه. یکی از چیزهایی که به نظرم نیاز به فرهنگ سازی داره همین گفته شماست که مثلا تو هر زمینه ما تو ایران هزاران دانش آموخته و تحصیل کرده داریم، یعنی فعالیت‌های صنفی که مثلا اگه اتفاقی در حوزه مثلا شیلات میفته، مثلا ما سال در سال اینقدر فارغ التحصیل شیلات داریم، یا در حوزه معدنمون یا در حوزه حقوق مثلا خیلی ما فارغ التحصیل مثلا وکالت داریم یا فارغ التحصیل رشته چه میدونم معدن داریم، مهندسی، پزشکی از شاخه‌های مختلف، و اینکه واقعا فقدانش حس میشه. یعنی توی کشورهای مثلا اروپایی یا غربی که شما نگاه میکنید هر کدومشون، یعنی هر جامعه‌ای نسبت به تخصص خودش حساسه. هوانوردی اگه یه اتفاقی سانحه هوایی بیفته اولین حساسیت رو خود بچه‌هایی که هوانوردی خوندن، خود مجمع دانشگاهی که داره این کار انجام میده اونا واکنششون میدن، یا اگه مثلا تو حوزه آبخیزداری اتفاقی بیفته متخصصین اون امر طلایه‌داران مثلا حرکت اعتراضی هستن یا شفاف سازی هستن یا تحلیل و بررسی هستن. این مسئله متاسفانه تو ایران اینجوریه که همه میرن یه مدرک میرن، یعنی اون تعلق خاطر که آیا من که الان مثلا رشتم کشاورزیه، تخصص منه که الان راجع به مثلا فلان آفت که اومده مثلا جنوب کشور رو داره مورد حمله قرار داده یا فلان سم که دارن استفاده میشن، یا مثلا من شیمی خوندم، من اگه متوجه میشم که مثلا این درصد خلوص این آب خوراکی که به من داده میشه چه مشکلی هست، اینا این وظیفه شناسی فردی من به خودم هم بیشتر از همه میگم و سعیم اینه که حالا دارم تو تحصیلات که انجام میدم، من حالا خودم دانش دکترام، که تو قسمت خودم سعی کنم یه نگاهی داشته باشم که تو ایران تو زمینه تخصصی من چه اتفاقی داره میفته و سعی کنم رو اون تخصص خودم هم غیر از این ایده های جنرالی که دارم که راجع به همین مسائلی که هممون داریم زجرشون میکشیم میتونیم صحبت کنیم، بیشتر کارم رو بتونم بذارم رو تخصص خودم، چون اونجا هم حرفم مستندتر بزنم. این موضوعی بود که من میخواستم با شما در میون بذارم. مرسی. بله خیلی ممنون، صحبت خوبی رو داشتید، نکات خوبی رو اشاره کردی که هر فرد باید در اون بخشی که متخصصش هست و درسش رو رفته خونده فعالیت کنه، نه در حوزه های بیرب که ما این رو شاهد هستیم. افراد متخصص و کارشناس متاسفانه در جایگاه خودشون نیستن در جمهوری اسلامی. در ادامه بحث آزاد رو داریم با موضوع عدم تبعیض یا خشونت علیه زنان. این موضوعی که دوستان ارائه دادن و امروز میخوایم در مورد صحبت کنیم توی قسمت بحث آزاد جای صحبت بسیاری داره. در سال 1999 سازمان ملل یه روز 25 نوامبر رو به عنوان روز خشونت علیه زنان نامگذاری کرد، به این امید که دیگه خشونت علیه زنان در دنیا پایان پیدا کنه و شاهد خشونت علیه زنان و تبعیض نباشیم. اما دلیل این نامگذاری به این خاطر بود که در سال 1960 سه خواهر به نام خواهران میرابل به دلیل فعالیت علیه رژیم دیکتاتوری دومینیکن بازداشت شدن و توسط ارتش این کشور به قدر شکنجه شدن که جون خودشون رو از دست دادن، و به خاطر یاد بود از اینها و پایان دادن به خشونت علیه زنان و عدم تبعیض، این روز رو در 25 نوامبر نامگذاری کردن که ما هر سال شاهدش هستیم و فراخوان‌هایی هم در این زمینه داریم. اما این رو بخوایم اگه از دیدگاه خودمون نگاه کنیم و در مورد ایران بهش اشاره کنیم، بعد از گذشت چندین سال از این اتفاق و به عنوان اینکه پایان پیدا کرده خشونت علیه زنان در دنیا، ما در سال 2022 شاهد
خشونت علیه زنان هستیم، به جرم حجاب اجباری دختر رو میگیرن، دستگیر میکنن و بر اثر شکنجه زیاد جان خودش رو از دست میدن. در حمایت از این اتفاق و حمایت کردن از آزادی بیان و آزادی عقیده، عده زیاد و کثیری از مردم به عنوان معترض به شرایط موجود، عدم آزادی بیان، عدم آزادی عقیده، عدم رعایت حقوق بشر در ایران به خیابان‌ها میان و فریاد خودشون رو به گوش تمام مردم دنیا میرسن، از آمریکا و اروپا و سایر نقاط جهان، و به هر حال خواستار این هستن که وضعیت کلی و رژیم حال حاضر ایران تغییر بکنه و دیگه در مصدر قدرت نباشن. با توجه به تمام این اعتراضاتی که اتفاق افتاد و به سمت خیزش رفت و کم کم به سمت انقلاب داره پیش میره، متاسفانه شاهد رفتار خشونت‌آمیز از سوی رهبران نظام و مسئولین نظام هستیم. علی رغم این که بیان حرف مردم رو بشنوند و به حرف مردم گوش کنند و ببینند چه مطالبه‌ای دارن، متاسفانه این کار رو انجام ندادن و رفتارشون همیشه همراه با خشونت و تهدید بودن. دیروز در مسابقه جدید از جناب آقای قاآنی فکر کنم میشه مسئول سپاه قدس که تحریم هستن و به عنوان یک نهاد تروریستی هم تحریم هستن، اومد یه مسابقه کرد و مسابقه همراه با تهدید علیه مردم بود که عده زیادی که معترض بودن به خیابان اومدن اونها رو مورد بی احترامی قرار داد و حتی قشر دیگه از جامعه خبرنگاران و روزنامه نگاران رو جاسوس خطاب کرد و گفت که نباید چیزی رو بنویسن که علیه نظام باشه و مردم رو به پرسشگری سوق بدن. این متاسفانه مشکلی هست که میبینیم که با گذشت چندین سال از این که خشونت علیه زنان و تبعیض نژادی و جنسی از بین رفته، ولی باز ما در ایران شاهد این تبعیض هستیم. از دوستان دعوت میکنم که اگه نقطه نظری دارن، اگه سوالی دارن و میتونن یک نظری رو بدن و چیزی رو اضافه کنن به این جمع، لطفاً دست خودشون رو بالا ببرن و صحبت کنن که بتونیم یک راه حل یا یک نتیجه گیری خوب داشته باشیم. بله آقای گلستان. ممنونم از شما جناب ولی‌زاده. حقیقتش اینه که صحبت از حجاب اجباری شد و حالا تا قبل از این وقایعی که دنیا باهاش مواجه شد صحبت از خشونت علیه زنان میکردیم، خب حرف زیاد بود. انقدر متاسفانه تو کشور ما انواع خشونت اجرا میشد که دیگه برای همه حداقل ایرانی ها آشکار بود. ولی میخوام یه چیزی رو بگم که دنیا شاید اگر هر اتفاقی رو، حتی مثلا چی میگم، کودک همسری رو برای کسی خارج از ایران تعریف میکردیم، خب میگفتش که شاید داری مبالغه میکنیم، یا هر ازدواج اجباری رو اگر میگفتیم شاید باورشون نمیشد. ولی عملا تو این مدت دنیا فکر میکنم مثلا متعجب از این شده که خدایا یک پوشش که ساده ترین حق هر کسی میتونه باشه چیه که توی حکومتی مثل حکومت ایران بابتش آدم میکشن، بابتش آدم رو زندانی میکنن، شکنجهش میدن. اصلا فکر میکنم دنیا اصلا نفهمه این موضوع. حالا اجباراً بهش داره، در واقع دارن بهش سهم میزنن، ولی فکر میکنم هنوزم باورشون نمیشه که در ایران به خاطر حجاب آدم میکشن. خشونت های دیگه اصلا دیگه اگه براشون تعریف مثلا مطرح بشه که آقا شما نگاه نکنین فقط برای حالا چند وقت شما دارین برای خشونت میبینین، خیلی خشونت ها هست، این ساده ترینیشه که شما دارین میبینین براش آدم میکشن. قتلای ناموسی رو اگه براشون تعریف کنین که اصلا فکر کنم دیگه اصلا بگن آقا شما تو کجای دنیا دارین زندگی میکنین که از این چیزا تعریف میکنین. و متاسفانه
امروز من یه ویدئوی دیدم، فراموش کردم که گفته های این خانم رو یادداشت کنم. خیلی جالب بود، اصلا واقعا تاثیرگذار بود. در اینستاگرام پخش ایشون شیر کرده بود که خطاب به این عوامل حکومت جمهوری اسلامی بود که اصلا شما نیومده بودین که بمونین، چون اگر اومده بودین وضعیت کشور این شکلی نبود. هر گوشه ای از مسائلی رو که شما عنوان بکنین از ابتدای اومدن شما تا الان رو به نابودیه. حالا یه موردش رو دوست همکارمون آقای خداوند رود در رابطه با محیط زیست کو، ولی انقدر اصلا هیچ موردی رو به پیشرفت ما نداشتیم، از مدارس گرفته، از حقوق زن، حقوق کودک، محیط زیست، هیچی. 40 خورده ای سال اینا دارن حکومت میکنن و عملا دریغ از یک قدم پیشرفت. خشونت علیه زنانی که حالا شما به عنوان بحث آزاد عنوانش کردین، واقعا برای دنیا یه چیز گنگه. هیچ کدومش رو نمیتونیم ما براشون شرح بدیم و اونا متوجه بشن. و ساده ترینش این حجاب بود که حالا دنیا بهش واقف شده و فکر میکنن حالا ما همه چیز ایران گلستان، فقط همین یه مورد کمه. در صورتی که اگه قرار باشه شرح بدیم دونه به دونه فقط همین نقض حقوق زن رو، باور کنین به کل ایرانیا در دنیا پناهندگی میدن. ممنونم از اینکه فرصت به من دادین. من مایک آزاد دارم. بله گلستان جو، شما خیلی خوب اشاره کردین. نه اصلا نیومده بودن که بمونن. حالا من به اقتضای سنم زیاد تاریخ رو مطالعه میکنم و طبق نظریه که اینا داشتن، اینا قرار بود انقلاب کنن و از تمام اقشار جامعه، از تمام احزاب، از تمام حزب ها با طرز فکرهای مختلف بیان و سهیم باشن و یک دولتی باشه، یک رژیمی باشه، دموکراسی، مردم اون رو اداره کنن. ولی الان ما باید ببینیم که مردم کجای کار هستن، مردم چه چیزی رو اداره میکنن. مردم حتی اجازه و حق انتخاب پوشش خودشون رو ندارن. یعنی توی ایران یک فرد بخواد با آستین کوتاه، با حالا یک شلوارک، حالا هر چیزی، با یه پوششی که خودش انتخاب کنه، نمیتونه سر کار بره، نمیتونه توی اداره دولتی بره. پس این چه حکومت و چه رژیمیه که مردم دارن، به قول معروف مردم دارن اداره میکنن و مردم اشراف دارن به مجلس یا هر چیزی دیگه. متاسفانه نقض حقوق بشر در تمام زمینه ها در جمهوری اسلامی هست، نه تنها محیط زیست، نه تنها علیه زنان، نه تنها علیه روزنامه نگاران و خبرنگاران، در تمام زمینه ها هست. و این نیاز به کار بسیار داره و نیاز به این داره که بسیار ما تلاش کنیم بتونیم این صدا رو به عنوان فعال حقوق بشر به گوش تمام دنیا برسونیم، نقض حقوق بشر رو برسونیم به گوش جوامع بین الملل و بدونن که در حقیقت چه اتفاقیه که داره در ایران میفته. سرکار خانم روزا جهانبین اعلام آماده کن بعد بفرمایید صدای شما هم میشنیم. خانم جهانبین، البته من دیدم صدای دست خانم محمودی هم بالا بود، میخواستن صحبت کنم. حالا اجازه بدین ادین ها یا خانم بعد خانم جهانبین لطفا اجازه دسترسی بدین مایکرو در اختیارشون قرار بدین که صحبت کنن. خیلی ممنونم که مجددا به من زمان دادید. در مورد مسئله تبعیض علیه زنان، حالا اگه بخوام خیلی ریشه‌ای از اول نگاه کنیم به قضیه، با توجه به اینکه تمام قوانین ایران بر اساس اسلام نوشته شده، این از همون اول همه چیز رو مشخص میکنه که تبعیض علیه زنان از همون ابتدا مشخص بوده. وقتی که ما میبینیم همه جا حق زن نصف مرده، چه برای حالا حتی قسم خوردنشون توی محافل اداری، کارهای اداری، چه برای حق ارث و میراث، چه برای هر چیزی، و همه چیز به اجباره، حجاب اجباری و همه چیز باید اجازه داشته باشی، یعنی باید حتما از حالا چه پدر چه همسر اجازه بگیری. اگر که بحث ازدواج باید اجازه بگیری، بحث کار اجازه بگیری، بحث تحصیل اجازه بگیری، بحث خروج از کشور اجازه بگیری، بحث
حضانت فرزنده که اصلا از یه سنی به بعد صلاحیت زن زیر سوال میره و بهش حتی اگر تواناییش هم داشته باشه بهش اجازه رو نمیدن و بچه رو به پدر میدن و بحث ختنه زنانه، بحث ازدواج اجباریه و خیلی مسائل دیگه. یعنی از همون ابتدا با توجه به اینکه قوانین بر اساس دین نوشته شده، خب ما این تعویضا رو میبینیم. اما یه چیزی که برای من خیلی جای سوال هستش، خب ما این قضیه رو خیلی وقت میدونیم، حالا خیلی جاها هم گفتیم صحبت کردیم و حرف سه ماه اخیر هم نیست، سالیان سالی که مردم ایران این مسئله رو دارن و دارن اعلام میکنن. با وجود این ما میبینیم که سازمان ملل میاد، حالا اون کمیسیونی رو که نزدیک 80 ساله، حدودا 76 ساله که برگزار کرده، کمیسیون مقام زن، که اصلا کارش اینه که در مورد پیشرفت زنان صحبت میکنه، پیگیری میکنه و تلاش میکنه برای دستیابی به برابری جنسیتی، نماینده‌ای رو که توی خودش قرار میده نمایندگی در واقع کشور ایرانه، یعنی کشور ایران عضو کمیسیون مقام زن بوده که اگر یادتون باشه خیلی همه مردم مخالفت کردن، فعالین حقوق بشر مخالفت کردن و درخواست کردن همون موقع، اصلا قبل از تمام این اتفاقات ناگواری که بیفته، درخواست کردن که ایران صلاحیت این جایگاه رو نداره. با این حال، حالا باورشون نشده یا حالا هر چیزی که بوده، بعد از این جریان ها و بعد از این اتفاقات تلخی که هنوز هم داره میفته توی ایران از بابت این میزان تلفاتی که ما داریم میدیم، میبینیم که به خاطر فشارهایی که فعالین حقوق بشر، حالا رسانه ها و شبکه های اجتماعی دارن میارن، ایران به تازگی از کمیسیون مقام زن کنار گذاشته میشه. یعنی یه چیز کاملا عجیب، در صورتی که خودشون از اول میدونستن، اطلاع داشتن که حتی سازمان ملل اجازه نداره نماینده رسمیش وارد ایران بشه و تحقیقات رو به صورت آشکار انجام بده. یعنی تمام این اطلاعات وجود داشته بوده، اما همچنان ایران توی این کمیسیون مقام زن بوده و الان تا به تازگی از این کمیسیون در اومده، که این اصلا خودش برای من یه علامت سوال خیلی بزرگه توی ذهن من، که چرا باید همچین اتفاقی بیفته و کشوری که این میزان تبعیض توش وجود داره و از اول هم میدونستن، یعنی اصلا هیچ باورم نمیشه کشورهایی بگن که ما اطلاع نداریم، به خصوص کشورهای طراز اول، از این میزان تبعیض، و الان میبینیم که یه همچین کاری کردن. من حالا یه درخواست داشتم از همه فعالین حقوق بشر، چه دوستانی که اینجا هستن، چه هر کسی که بعدها ممکنه صدای ما رو از یوتیوب و رادیو فایل صوتیمون رو بشنوه، درخواستم این هستش که هر کسی توی هر کشوری که زندگی میکنه و به هر زبونی که تسلط داره، حتما این قضیه تبعیض علیه زنان رو اعلام کنه که فرای بحث حجابه. یه مسئله‌ای که من خودم توی اون اوایل انقلابی که الان در حال اجرا هستش میبینم این هستش که سوالی که میکنن، که اکثرا خارجی‌ها این سوالو میپرسن، این هستش که یعنی واقعا مشکل زنان ایران حجابه؟ یعنی اینجوری بهشون جا افتاده که فقط قرار هستش که حالا مشکل روسری هستش، مشکل حجاب هستش و یه همچین چیزی. اما درخواست میکنم توضیح داده بشه، حالا هر کسی به هر زبانی که تسلط داره، این بحث اجبارا، این که باید برای هر چیزی زن از پدرش یا همسرش اجازه بگیره و این که اصلا زن به عنوان یک انسان حساب نمیشه، به عنوان یک نیمه انسانه، یعنی بر اساس این قوانینی که توی ایران نوشتن انسان رو مرد تعریف کردن و زن میشه نیمه انسان، چون که همه چیزش نصف مرده. خواهشی که دارم این هستش که حتما به هر زبانی که تسلط دارید این رو برای سطح جهان توضیح بدید، مشخص کنید و اطلاع رسانی کنید که این زحمتی که داره کشیده میشه و این میزان تلفاتی که داره داده میشه لااقل بی نتیجه نمونه. مرسی، میکروفون در اختیارتون. بله، خیلی ممنون خانم جامعه. بله، خیلی خوب اشاره کردید. من به واسطه فعالیت در زمینه خبرنگاری و روزنامه نگاری سعی می کنم که به شخصه با نهادهایی که به صورت فعالیت های حقوق بشری دارن و سازمان های حقوق بشری هستن، اخبار نقض حقوق بشر رو مخابره کنم و چیزایی که توی ایران اتفاق می افته رو بفهمن در کل دنیا. اصلا سبب اینا زنان ایران
از یه سری حقوق اولیه مثل ورود به ورزشگاه جلوگیری میشه، اصلا اجازه ندن ورود به. یعنی اگه ما بیایم، من خودم وقت هنگام مکاتبه با یکی از این سازمان ها می نوشتم که زنان اجازه ورود به ورزشگاه های ورزشگاه ها رو ندارن و استادیوم های ورزشی رو ندارن، اصلا برایشون قابل درک نبود. یا اینکه بگن وقتی برایشون توضیح میدن که زنان اجازه رانندگی با موتور سیکلت رو ندارن، برایشون اصلا قابل درک نبود. ولی چه خوبه که ما به عنوان حقوق بشر این کار رو انجام بدیم، پیش ببریم، همونطور که شما گفتید به سازمان‌های مختلف، به جاهایی که مدافع حقوق بشر هستن، مدافع حقوق زنان هستن، مدافع روزنامه‌نگاران، خبرنگاران هستن و به آزادی بیان، به آزادی عقیده باور دارن و دارن در این زمینه فعالیت می‌کنن. چه بهتره که ما این آگاهی‌رسانی رو بکنیم، همچنین در کنارش به بقیه هموطنان خودمون با همین سخنرانی هستن. من خیلی جاها میتونه همین اتاقی رو میذاریم که به صورت اتاق زوم هست و اصلا فعال حقوق بشر نیستن، ولی میشیم براشون صحبت هم که شما این حق رو دارین، این حق شهروندی شماست، این حق ذاتی شماست و شما باید این رو بدونید که قانون شامل چه چیزایی میشه، شما چه حقی توی جامعه دارید، شما با مطالبه گر باشین و در کنارش میتونیم ما اینجور فعالیت های هم داشته باشیم که بتونیم این رژیم دیکتاتور، این رژیم فاشیست که نجات پرستی میکنه، یک سری اقلیت مذهبی رو سرکوب میکنه رو کنار بزنیم و یک حکومت مردمی و دموکراسی روی کار بیاد و مردم بتونن زیر زندگی عادی و نرمالی رو داشته باشن. دیگر دوستان دستانشون بالا است. خانم ولیزاده اعلام آمادگی هست، صدای شما رو میشنیم و بعد هم سرکار خانم اشجعی. فقط دوستان در نظر داشته باشن وقت و زمان بندی رو. بفرمایید. لطفاً دسترسی خانم ولیزاده رو آزاد کنید که صحبت کنم و بعد هم خانم اشجعی. سلام خدمت تمامی دوستان عزیزان، خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من قرار دادین. صدام هست در جلسه؟ بله، صدای شما رو واضح میشنم. من میخوام که یک تعریف از خشونت از نظر سازمان بین الملل براتون بگم. میگن خشونت علیه زنان رو هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنس و جنسیت که بتواند منجر به آسیب‌های فیزیکی و بدنی، جسمی و روانی و جنسی زنان شود رو خشونت میگن. ما در ایران شاهد انواع خشونت هستیم، انواع خشونت علیه زنان، به صورتی که خانم ها در سطح جامعه گوشه‌گیر شدن. خشونت علیه زنان در هر برهه‌ای از زندگی زنان حس میشه، از زمان متولد شدن به عنوان یک دختر بچه که زمانی که به مدرسه میرن اجازه ندارن موهاشون بیرون باشه و اگر موهاشون بیرون باشه موهاشون رو با قیچی موهاشون رو قیچی میکنن، زمانی که یک خانوم میشن و به زندگیشون رو به عنوان یک زن شروع میکنن و اونجا دوچار یک سری از رفتار خشونت آمیز میشن و خیلی از برهای زمانی دیگه. در حکومت جمهوری اسلامی به دلیل اینکه زنان در ایران هستن و حکومت روی کار ما جمهوری اسلامی هستش، این تجربه تلخ رو تجربه کردن. از جمله قصدهای ناموسی که به جرأت میشه گفت که این حکومت هستش که به اسم دین خیلی از اجازه ها رو برای کشتن خانم ها به یه سری از افراد خانواده میده و این اتفاقاتی که ما در سالهای متمادی حس کردیم و دیدیم برای خانم ها خشونت های مختلفی در سطح جامعه بوده، روز به روز باعث شده که حقوق بیشتری از خانم ها گرفته بشه و به طوری که عرصه رو بر خانم ها تنگ بکنه. از جمله مثلا نتونستن شرکت کردن در ورزش هایی که مورد علاقه شونه، چیزی که آدم مورد علاقه شو وقتی نتونه انجام شده، این یه نوع چه زندگی میشه گفت، چه زندگی که آدم نمیتونه حتی
مورد علاقه های خودش رو انجام بده، آرزوهای خودش رو برآورده کنه. یعنی هیچ امیدی نباشه که سعی برای یه کاری بکنه که به آرزوهاش به حقیقت بپیونده. خیلی از مشاغل مثلا به قول معروف میگن که مهندس بودن برای خانم ها نیست، نمیدونم به قول معروف خیلی از کارها هست که اصلا برای خانم ها درست نشده، باعث شده خیلی از شغل ها خانم ها درش فعالیت نکنن. این باعث شده که خیلی از اتفاقاتی که برای خانم ها افتاده از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی به روی کار آمده، باعث شده که خانم ها دیگه به سطح جامعه بیان و به قول معروف بخوان اون هم این همه ظلمی که در حقشون شده رو فریاد بزنن و به تمامی دنیا نشون بدن. ولی سوال من این هستش که واقعا این نسلی که دخترانی که 18 ساله، 17 ساله، 14 ساله هستن چه گناهی دارن که به قول معروف توی ایران به دنیا آمدن؟ واقعا سوال من به عنوان یک دختر این هستش که من به شخص هیچ انتخابی در جمهوری اسلامی نداشتم. واقعا چرا باید امثال ما هم نسلهای من کشته بشن؟ چرا باید اون حقوقی که من الان در کشورهای دیگه به دختران داده میشه، من باید از ما دختران ایران گرفته بشه و ما رو محدود بکنن؟ چرا ما باید یه سری از حوادث تلخ رو تجربه کنیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه در ایران متولد شدیم؟ سوالی ندارم دیگه. ممنون، متشکرم که ما رو در اختیار من قرار دادید. بله، خیلی ممنون خانم علیزاده، خوب اشاره کردید به بر اساس قوانین اسلامی یک سری اجازه که نه، یک سری تبصره ها هست که به افراد داده میشه در جامعه که اگه قتل ناموسی یا چیزهای دیگه هم مرتکب بشن راه گریزی براشون هست و این باعث میشه خوب مجازات نشن و این رو ما مکررن در جامعه ببینیم. نمونهش رومینا اشرفی که توسط پدرش با داس سربریده شد در استان گیلان بود، و یا خانم مونا حیدری 17 ساله در اهواز سرش بریده شد. و چون که خانم رومینا اشرفی چون پدرش به توسط پدرش به قتل رسیده بود، این اجازه رو طبق قانون شرع و اسلام میدادن که چون پدرش هست اجازه داره این کار رو بکنه، در صورتی که هیچ کس در دنیا اجازه نداره به زندگی یک نفر دیگه پایان بدن و این مغایر است با مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که متاسفانه حتی قانون اساسی و قانون اسلامی جمهوری اسلامی هم دچار نقض حقوق بشر است که به فاحش ما شاهد اون هستیم. در ادامه حرف خانم لیدا اشجعی رو میشنویم. لطفا اجازه سخنرانی رو بهشون بدید که صدایشون رو هم بشنویم. با تشکر از اینکه دوباره به من مایک داده شد. صدای ما رو دارید خانم اشجعی؟ بله، من صدای من رو دارید؟ خب اگه خانم اشجعی براشون مقدور نیست لطفاً اجازه دسترسی صداشون بله. دیگه رسه هست چونه دارید؟ بله خانم اشجعی بفرمایید. ممنونم ازتون. ببینید در رابطه با خشونت علیه زنان، خب در هر جامعه‌ای که در واقع دولت هم در منتخب همون یعنی برخواسته از همون جامعه است، البته نه به انتخاب خود مردم، که در جمهوری اسلامی این هست. منظور من اینه که قانون باید از مردم اون کشور حمایت، قانون ها هستن که در واقع میتونن در موارد بسیار اساسی از حقوق مردم دفاع کنن، از حقوق مردم حمایت کنن. ولی اگر قانون ها خودشون دچار مشکل باشه، اونجا دیگه علامت سوال هست که چه چیزی باید از حقوق مردم دفاع کنه.
در قانون اساسی ایران شما که اون مقدمه را اگر مطالعه بکنید میبینید که در واقع ولایت فقیه تعیین کننده است، یعنی تمام حقوق، چه حقوق مدنی، چه حقوق قضایی، چه حقوق جزایی، همه در واقع برگرفته شده از اون ولایت فقیه. و زیر هر ماده از قانون اساسی میبینیم که نوشته که بله این قانون هست، شما میتونید برید تظاهرات کنید، میتونید برید اعتراض کنید، میتونید، ولی بر طبق موازین اسلام. پس بنابراین اون ولایت فقیه بر ما، بر سرنوشت ما حاکم شد. البته ما همون 57، من از نسل گذشته هستم، ما هم در 57 اگر تغییراتی رو خواستیم در ایران که در اون موقع جوان بودیم و به تناسب اون وضع سیاسی فرهنگی اون دوره که واقعا قابل مقایسه با این دوره نیست، نبوده در طی این 40 سال با توجه به رشد جهانی که اون موقع حتی اینترنت نبود، اون تو اون موقع خیلی چیزها نبود، ولی این در واقع ما جوانان نمیخواستیم که همچی چیزی بر ما حاکم بشه، بلکه میخواستیم که اگر هم اون دوره که با اون همه آزادی های اجتماعی سیاسی در حالا خیلی عالی نبود ولی بود، ما میخواستیم که در واقع یک جو بهتر، یک وضعیت بهتر از لحاظ سیاسی فرهنگی اجتماعی برای مردم تولید بشه، عدالت اجتماعی باشه، بهتر بشه و وضعیت مردم روز به روز، یعنی وضعیت مالی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی روز به روز بهتر بشه. متاسفانه حالا به مناسب به نسبت حالا روابط بین الملل و نمیدونم حالا خواستایی که وجود داشت از لحاظ قدرت ها، در واقع این رو به ما حاکم کردن. اما ببینید صحبتی که خود آقای خامنه‌ای در واقع با کلیپی که منتشر کرده صحبت کرده که انقلاب ما چیز عجیبی است، برای مدت طولانی برای اربابان جهان دردسرهای زیادی ایجاد خواهد کرد. ببینید این مرد، این مردی که از هر یعنی از لحاظ فکری من فکر میکنم به یک بنبست فکری رسیده، برای اینکه دیگه در واقع میبینه که اصلا جامعه به بنبست رسیده، این ببینید دارای چه فکری هست، برای ماها چه فکری میکنه، این برای اربابان جهان، تو خودت ارباب، یعنی خودت الان کجا هستی، شدی ارباب ما دیگه، ما برده تو شدیم، تو شدی بردهدار ما، و خودتو مقایسه میکنی با اربابان جهان، یعنی که چی منظور تو از این حرفا، یعنی منظور تو چی هست؟ مردم ایران مگه برده تو هستن؟ مردم ایران برای خودشون زندگی و تازه با اون همه حالا به صورت نسبی بخوایم بگیم، با اون همه آزادی های اجتماعی که در اون دوران وجود داشت، ما باز هم بهترش رو میخواستیم. و ما در ظرف این 40 سال چقدر نیروی انسانی جوان ما از بین رفته، چقدر نیروهای فکری ما، یعنی متفکرین ما، صاحبان اندیشه ما از بین رفتن، چقدر از ایران فرار کردن، تمام یعنی که الان هم دارن در حال فرار هستن، چقدر دکترهای ما از ایران در حال فرار هستن، چقدر پرستارهای ما، چقدر کسایی که در واقع میتونن صاحبان سازندگی باشن از ایران در حال فرار هستن. برای چی؟ برای اینکه داشتن یک زندگی عادی معمولی، که این زندگی عادی و معمولی رو از مردم گرفتن، برای اینکه شاد باشن، برای اینکه آرامش داشته باشن. همه که نمیخواد ثروتمند باشن یا ثروت بدزدن که، آقای خامنه‌ای، همه دنبال دزدی نیستن، همه دنبال اینکه ثروت ملی رو بخوام بدزدن، مثل شماها که یک گروهی هستید که در ایران در حال چپاول هستید و برای این دزدی در واقع برای خودتون نیروی نظامی تراشیدید، که نیستن که.
میخوان ایران آباد باشه، سرزمین آباد بشه، مردمش در آسایش و امنیت باشه. مردم این رو میخوان و شما در مقابل این خواست مردم گلوله میذارید، با گلوله های ساچمه‌ای کور میکنید، دکتر جوان ایران رو میکشید، دختر معمار رو در رودخانه غرقش میکنید. واقعا جای بسیار بسیار، یعنی شرایط ایران در شرایط بسیار، البته من این رو هم خواستم بگم که اون سه جزیره هم یادمون باشه برای دفاع از اون سه جزیره، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا رو که میخوان قربانی بکنن. بازم همین چینی ها آمدن با عرب ها با همدیگه متحد شدن بر علیه اون سه جزیره، الان هم در واقع رفتن کنسولگری زدن در بندر عباس و جمهوری اسلامی در رابطه با اون سه جزیره اصلا حرف نزد، اصلا صحبتی نکرد، ولی در رابطه با اون قسمت از کشور ما رو در اختیار چین گذاشت. ما ایرانی ها رو چه فرض کردن؟ جوان ما هم که بلند میشه دفاع میکنه به این صورت. البته من فکر میکنم زیاد شد، من مایک رو میبندم، معذرت میخوام. بله خیلی ممنون خانم اشید، ممنون از صحبتاتون. یه بر اساس سوابق تاریخی که ما داریم، امیدوارم که واگذاری این سه تا جزیره مثل داستان هرات در زمان ناصرالدین‌شاه نشه که به خاطر بقای حکومت خودش هرات رو به دستی تقدیم کرد، و امیدواریم که در خصوص این سه جزیره در جمهوری اسلامی این اتفاق نیفته و ما درسی از تاریخ بگیم و مردم هوشیار باشن. کوتاه سخنان خانم شراره محمودی رو میشنویم و در ادامه به نتیجه گیری و جنبندی بحث آزاد اشاره میکنیم، چون که جلسه تایم جلسه هم خیلی طولانی شدن. صحبت خانم محمودی رو هم میشنویم و بعد نتیجه گیری و جنبندی. کوتاه چند دقیقه من فرصت دارم حرف بزنم؟ شما میتونید سریع صحبت کنید و حالا اگه بیشترم شد خودتون دیگه کنترل کنید. نه من اصلا اگه میخواید صحبت هم نمی کنم. خوشونت بر علیه زنان خیلی کار بدیه، لطفا این مسئله رعایت نشه. من مایکمو میبندم و اوکی، مشکلی نیست، شب همگی به خیر باشه. ما شما زمان دارید خانم محمود بفهمید؟ خیلی کوتاه منظورم صدقه بودن که در این هم. نه دیگه من نظر خاصی ندارم، مرسی. من در جلسه بودم، خوشحال شدم صحبت های همه همکاران رو شنیدم. حالا در جلسات بعدی در کنارتون باز خواهم بود. خب خیلی ممنون از نظر خانم محبودی، خیلی کوتاه و مختصر گفتن. به هر حال در جلسه بعدی در خدمتشون هستیم، از صحبتاشون استفاده میکنیم. در بحث آزاد ما موضوع عدم تبعیض و خشونت علیه زنان رو داشتیم که مورد بحث و بررسی قرار دادیم. دوستان نقطه های خوبی رو گفتن، چیزایی رو اضافه کردن که چه راه حلایی رو میتونیم داشته باشیم برای این معضل و چیکار کنیم که برطرف بشن. امیدوارم که همونطور که ما یاد گرفتیم در کانون حقوق بشر که آگاه باشیم و این آگاهی رو انتقال بدیم به دیگر دوستان، این کار رو به خوبی انجام بدیم تا اینکه دیگه شاهد خشونت، عدم تبعیض و عدم تبعیض رو یعنی نبینیم ما توی ایران و کلند کلیه مسئله هایی که از طرف جمهوری اسلامی و رژیم نقض حقوق بشر هست رو شاهدش نباشیم. پایان جلسه و پایان بحث آزاد رو اعلام میکنم در ساعت 19:44 دقیقه وقت اروپای مرکزی. تشکر میکنم از عوامل اجرایی و دوستانی که کمک کردن به برگزاری این جلسه، از منشی جلسه جناب آقای محمد گلستانجو، صدا برداران جناب آقای محمد گلستانجو و سرکار خانم سرور قلی‌پور و همچنین ادمین ها سرکار خانم رویا اسکندری، سرکار خانم سوسن شرقی و سرکار خانم فرشیده پور آذران و همه عزیزانی که ما رو دنبال کردن در بحث شرکت داشتن، همه حاضرین و سخنرانان
محترم جلسه پایان جلسه رو اینجا